سرخط خبرها. جنرال خوجنوی پروان که در اسارت طالبان به سر می برد، سلاحشان را گرفته و ده ها تنشان را کشته و فرار کرده است. و همچنان داودزی و نقل از غنی، می خواستم جوانسازی کنم، طفلسازی شد. و در ادامه، حدود 19 میلیون نفر در افغانستان در فقر و گرسنگی به سر می برند. و همچنان شرط امریکا برای کمک به طالبان فاش شد. سلام به کانال ما، خوش آمدید. داودزی و نقل از غنی تازه گفته است که میخواستم جوانسازی کنم، طفلسازی شد. عمر داودزی فرستاده پیشین اشرف غنی در امور پاکستان در اظهارات و نقل از رئیس جمهور فراری گفته است که او قصد جوانسازی حکومت را داشت اما طفلسازی شد. داودزی با انتقاد از اشرف غنی گفته است که او قدرت و صلاحیت را به جوانان بی تجربه واگذار کرده بود. او از غنی نقل قول می کند که گفته است من جوانسازی می کردم اما طفلسازی شد. داودزی در گفتگو با دویچه وله گفته است که همه مقام های حکومت پیشین و شمول خودش در سقوط نظام مقصرند. اکثر مقام های حکومت پیشین و منتقدان غنی خود را و نزدیکانش از جمله حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی را عامل سقوط دولت می دانند. در کنار محب، فضل محمود فضلی رئیس اداره امور دولت اشرف غنی نیز از افرادی است که عمل کردش مورد انتقاد است. و حال بپردازیم به خبر مهم دیگر. فایو، حدود 19 میلیون نفر در افغانستان قادر به تأمین غذای روزانه خود نیستند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یعنی فایو میگوید که حدود 19 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذا مواجه هستند و این یعنی آنها نمیتوانند غذای روزانه خود را تأمین کنند. بر اساس آمار این سازمان ممکن است تا پایان سال شمار این افراد به 22.8 میلیون نفر افزایش یابد. فایو گفته است که از کشاورزان و دامداران حمایت می کند و بذر، کود، پول نقد و حمایت معیشتی برای آنان فراهم خواهد کرد. کیو دونگیو، مدیر کل فایو گفته است که میلیون ها افغان در لبه فاجعه زندگی می کند که اگر حیواناتشان بمیرند یا مزایای کشت نشود، فاجعه اتفاق میفتد. فایو افزوده است که زراعت ستون فقرات معیشت افغانستان بوده و برای اقتصاد افغانستان حیاتی است. و گفته این سازمان حدود 70% افغانها در مناطق روستایی زندگی میکنند و زراعت حداقل 25% تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در حالی که تخمین زده میشود 80% کل معیشت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به زراعت بستگی دارد. این نهاد علاوه کرده است که برای کمک به 5 میلیون نفر در زمستان و بهار آینده به 115 میلیون دلار نیاز است. این در حالی است که با تسلط طالبان فقر و گرسنگی گسترش یافته است. نهادهای بین المللی بارها در مورد بروز فاجعه بشری هشدار دادند. خبر بعدی، آمریکا با طالبان تازه گفته است که گفته بودیم که گرفتن قدرت از راه زور موجب قطع کمک جهان می شود. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در واکنش به درخواست طالبان مبنی بر آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در بانکهای آمریکا گفته است که مقامهای آمریکا در سالهای اخیر به طالبان گفته بودند که گرفتن قدرت در افغانستان از طریق نظامی قطع کمکهای جهانی و استثناء کمکهای بشردوستانه را دنبال خواهد داشت. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نامه سرگشاده از آمریکا خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شد. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در رشته توییت نوشته است که طالبان همه حقایق مربوط به بحران اقتصادی و انسانی افغانستان را اشتباه تفسیر کرده است. او افزوده است مشروعیت و حمایت باید با عمل برای رسیدگی به تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و شمول دسترسی مساوی و آموزش و کار و کسب شود. توماس وست همچنین گفته است که افغانستان حتی پیش از سقوط نظام و دست طالبان در ماه اگست از یک بحران انسانی وحشتناک رنج می برد. و گفته او جنگ، خشکسالی و همگیری کرونا وضعیت دشواری را برای مردم رقم زده بود.
وی تاکید کرد که اقتصاد افغانستان به کمک های خارج از این کشور وابسته است. اما با توافق نرسیدن بر سر مسئله ملی باعث قطع کمک ها شده است. این مقام آمریکایی در عین حال گفته که واشنگتن با دیپلماسی شفاف و بی‌پرده با طالبان ادامه می دهد. توماس همچنان تاکید کرده که آمریکا با تلاش ها برای کمک با ملل متحد و سایر مؤسسات بشری برای پاسخگویی بر نیازمندان افغان ها در فصل زمستان ادامه خواهد داد. این در حالی هست که پیش از سقوط نظام بیشتر مصارف افغانستان از خارج تامین می شد، اما اکنون با قطع کمک ها بحران شدید اقتصادی در افغانستان شکل گرفته است که به گفته کارشناسان اگر درست مدیریت نشود عواقب خطرناکی را در پی خواهد داشت. حالا می‌پردازیم به خبری که باورتان نخواهد شد. فوری بشیر احمد قاسانی به نقل از منبع نوشته است که خواجه نبی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت که 2 ماه پیش به اسارت طالبان در آمده بود پس از یک نبرد شدید فرار کرده و دوباره به جبهه مقاومت پیوسته است. همچنان خبر دیگر گزارش می‌دهد که قماندان دلیر خواجه نبی صدیقی با گرفتن تفنگ از یک جنگجوی طالب با کشتن چند طالب از اسارت طالبان فرار کرده و به مقاومت بازگشته است. او 2 ماه پیش توسط طالبان دستگیر و شکنجه شده بود. گفتگوی امیرخان متقی با نماینده ویژه ایران درباره روابط اقتصادی. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار در مسائل در مورد اقتصاد گفتگو کردند. این دیدار امروز در کابل صورت گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت نوشته است که در این دیدار هر دو جانب روی مسائل اقتصادی تجاری و پروژه های انکشافی بحث و تبادل نظر کردند. قومی در این دیدار گفته است که ایران و افغانستان دارای پیشینه و روابط تاریخی مستحکم هستند و جمهوری اسلامی ایران در هیچ شرایط مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. متقی هم با اشاره به مشکلاتی که این روزها افغانستان با آن درگیر است ابراز امیدواری کرده که این مشکلات به زودی رفع شود. نماینده ویژه ایران در بعد ورود خود در کابل نیز گفت که برخی کشورها با استفاده از نام تروریسم در پی راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان هستند. کاظمی قمی افزود آنچه در افغانستان گذشت را مرور خواهم کرد تا اینکه چگونه یک هماهنگی تازه میان کشورها در مورد افغانستان به میان آید. این مقام ایرانی در امور افغانستان همچنین گفت که ایران به خواسته های مردم افغانستان احترام می‌گذارد.